we have to speak about the impact of the sanctions in Iran. هشدار اتحادیه اروپا درباره وخیم شدن رابطه با ایران. مسئول کمیته ایران در پارلمان اروپا میگوید وضعیت حقوق بشر و برجام کار را خراب کرد. ایران شاکی از عراق برای پرداخت نکردن پول گاز. مشکل تا چه حد به تحریم های آمریکا مربوط است؟ و افزایش سهم ایرانی ها در بازار املاک ترکیه. سلام، خوش آمدید به برنامه خبرنگاران این هفته. گروهی از نمایندگان مجلس ایران خواهان بحثی در مجلس برای بررسی خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای شدند. قبل از آن ایران اعلام کرده بود که دیگر به تعهداتش در برجام پایبند نیست. این باعث شد تا اتحادیه اروپا مکانیزم حل اختلاف در برجام را فعال کند. کسری ناجی در گزارشی از بروکسل مقر اتحادیه اروپا میگوید که اختلاف بر سر برجام و خرابتر شدن بعض حقوق بشر در ایران در ماه‌های اخیر ایران و اروپا را در مسیر برخورد و دعوا قرار داده. نمایندگانی که توافق هسته‌ای را آتش زدند، حالا می‌خواهند ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای خارج شود تا بتوانند انزوای ایران را تکمیل کنند. ایران تقریبا دو هفته پیش اعلام کرد که دیگر به تعهداتش در توافق هسته‌ای پایبند نیست. و در هفته‌های گذشته این سانتریفیوژها را به کار برگردانده. به خصوص در زیر کوه، در تأسیسات فوردو که نگرانی‌های بین‌المللی را به شدت افزایش داده است. رئیس کمیته‌ای که در پارلمان اروپا مسئول روابط با ایران است، آمریکا را مقصر شرایط امروز در ارتباط با ایران می‌داند. خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و اعمال تحریم‌های تازه. Means that the Europeans should be louder and very clear. روشنه که اروپایی‌ها باید با دوستان آمریکاییشون با صدای بلندتر صحبت کنند و صریح‌تر. باید بگویند که اصرار دارن که همکاری‌های بیشتری با ایران داشته باشند و می‌خوان که شرکت‌های اروپایی با ایران تجارت کنند. این همون مشکل بزرگیه که کسی از اون صحبت نمی‌کنه. اتحادیه اروپا در دوران تصدی فدریکو موگرینی با سیاست خارجی روابط خوبی با ایران داشت و ایران روی اتحادیه اروپا به عنوان یک متحد میتونست حساب کنه. خانم موگرینی اصرار داشت که باب مذاکره با ایران باید باز بمونه. حتی در این راه به گفته خیلی ها از منتقدانش او حاضر بود که بر مسائل حقوق بشر در ایران تاکید و پافشاری نکنه. اما با جانشینی جوزف بورل درست هنگامی که ایران بعضی از تعهداتش را در برجام نقض کرده به نظر میرسه که دو طرف در مسیر برخورد و تنش قرار گرفتن. امروز شاید ایران دیگه نتونه روی اروپا به عنوان یک متحد حساب کنه. برخوردهای خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی با تظاهرکنندگان در آبان ماه گذشته و استفاده آنها از گلوله که صدها کشته به جا گذاشت نشان بزرگی بود از خرابتر شدن جدی وضع حقوق بشر در ایران، چیزی که حالا در کنار نقض برجام از طرف ایران سایه تاریکی بر روابط اروپا با ایران انداخته است. مسئول روابط با ایران در پارلمان اروپا میگوید چندان امیدوار نیست. ما باید برجام رو حفظ کنیم، اگرچه ایران اعلام کرده که به هیچ یک از تعهداتش پایبند نمیمونه. مشکل حالا پیدا کردن مراحلی است برای رسیدن به تفاهم، اگرچه من چندان امیدوار نیستم. بله، ما در مسیر برخورد قرار داریم. دو هفته پیش ملاقات مسئول سیاست خارجی اروپا با وزیر خارجه ایران در هند چندان کمکی به حل مشکل نکرد. وزیر خارجه ایران تهدید کرده که ایران ممکن است از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای خارج شود و اروپا هم تهدید کرده که ممکن است ایران را به شورای امنیت ارجاع دهد. کسری ناجی، بی بی سی. ایران میگوید عراق پول گازش را نمیدهد. مشکل دریافت پول گاز صادراتی ایران به عراق یک سال است که مطرح شده. اما این مسئله چقدر به تحریم‌های آمریکا مربوط است؟ جزئیات بیشتر از شیدا هوشمندی. عراق پول گاز ایران را نمیدهد. وزیر نفت ایران میگوید حالا صادرات گاز از ایران به عراق کم شده.
ما برنامه‌های تولید گازمون خیلی برنامه‌های خوبیه. ما انشالله بیژن زنگنه از دلیل پرداخت نشدن پول گاز صادراتی به عراق حرفی نزد، اما یک سال پیش به دلیل آن اشاره کرده بود. صادرات گاز ما الان داریم ماهی بالای 200 میلیون دلار گاز صادر می‌کنیم به عراق. پولش نمی‌دن. می‌دن تحریم. باشه همینو بدن ما پولش. یه میلیارد دلار، ما الان 2 میلیارد دلار طرف داریم از عراق بابت گاز رو بعد. پولشو بدن. من میدونم اونا محصولات خودشونو دارن. هر کشوری محصولات خود. ببین آقا، هیچ گازی نیست خودشو فدای ما بکنه. ما فقط خودمون باید فدای خودمون بکنیم. ما باید فدای ملت خودمون بکنیم. اونا توقع دارن بیان برای منافع ما فداکاری بکنن. پیشنهاد میکنم. عراق میگوید بابت بدهی به ایران مبلغی پرداخته، اما رقم دقیق آن را اعلام نمی کند. بنابر قرارداد بین ایران و عراق، روزانه 50 میلیون متر مکعب گاز ایران به عراق می رود که بخش عمده آن تبدیل به سوخت در نیروگاه های برق می شود. عراق همچنین سالانه 1300 مگاوات برق از ایران وارد می کند. از زمان تشدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران، عراق برای خرید گاز و برق از این کشور از واشنگتن معافیت‌های دوره‌ای می‌گرفت. آخرین دور از معافیت‌ها ماه آینده تمام می‌شود. به این ترتیب نقل و انتقال مالی بین ایران و عراق ممکن است متوقف شود. چند روز پیش بانک تجارت عراق که واسطه پرداخت‌ها بین دو کشور است، گفته بود اگر معافیت تمام نشود، که البته این موضوع باید اعلام شود، ما هیچ مبلغی به ایران بابت قراردادهای خرید گاز و برق پرداخت نخواهیم کرد. به هیچ وجه. اصل برای ما پیروی از قوانین بین المللی تجارت است و به همین خاطر است که مردم به ما اعتماد می کنند. در واشنگتن بحث تمدید معافیت خرید عراق از ایران مطرح است. کمتر از 3 هفته دیگر تصمیم نهایی گرفته می شود. اگر کاخ سفید معافیت را لغو کند، فروش گاز ایران به عراق رسما متوقف خواهد شد. واردات گاز ایران به عراق طی 1 دهه گذشته روند صعودی داشته و در 1 سال اخیر هم که تحریم‌های آمریکا تشدید شده، همچنان رو به رشد بوده. چنان که عراق توانسته 30% سوخت نیروگاه‌های برق خود را از این طریق تامین کند. آمار گمرک ایران نشان می‌دهد که در 6 ماهه دوم پارسال صادرات محصولات پتروشیمی این کشور به عراق هم بیش از 200 میلیون دلار بوده. رقمی قابل توجه برای صنعت پتروشیمی ایران که تحت تحریم‌های آمریکاست. عراق بعد از چین دومین مقصد صادرات غیر نفتی ایران است. البته بسیاری از آنچه در گزارش‌های گمرک ایران غیر نفتی محسوب می‌شود هم محصولات صنعت نفت است، مثل میعانات گازی. بازدید فرمایند. عراق طی 1 دهه گذشته از جمله همسایگانی بوده که برای کم اثر کردن تحریم‌ها علیه ایران مورد توجه حکومت این کشور قرار داشته. تجارت با این کشور از معادلات سیاسی هم جدا نبوده. حالا ظاهراً بغداد برای جلب نظر واشنگتن و تهران بر سر دوراهی قرار گرفته. شیدا هوشمندی، BBC. ایرانی ها در ماه های گذشته بعد از عراقی ها عمده ترین مشتریان خارجی املاک در ترکیه بودند. روند سعودی حضور ایرانی ها در این بازار زمانی آغاز شد که دولت ترکیه تسهیلاتی برای اعطای تابعیت به سرمایه گذاران در بخش مسکن در نظر گرفت و به خارجی ها امکان داد تا با خرید حداقل 250 هزار دلار ملک طی چند ماه تبعه ترکیه شوند. جزئیات بیشتر از خشایار جنیدی. ترکیه همسایه قدیمی و تاریخی ایران، خیابان‌های استانبول سال‌هاست مقصد گردشگران ایرانی است. ایرانی‌ها از قدیم نه فقط برای تفریح که برای تجارت، تحصیل و زندگی به ترکیه رفته‌اند. در سال‌های اخیر مورد دیگری هم به این فهرست اضافه شده، خرید خانه. این را می‌توان در حال و هوای این محله در حومه استانبول و فراوانی مغازه‌های ایرانی در آن مشاهده کرد. این محله یکی از نقاط تجمع ایرانی‌ها در استانبول است. در این خیابون وقتی نگاه می‌کردم دست کم 5 رستوران
با تابلوی فارسی دیده میشند. محله‌ای که روز به روز شبیه‌تر به محله ایرانی‌ها در تورنتو یا لس آنجلس میشه. ایرانی‌ها سال گذشته میلادی با خرید 5400 خانه پس از عراقی‌ها دومین گروه از خریداران خارجی املاک در ترکیه بودند. ایران اکونومیک کریزیندن önce biz yabancı müşteriye her zaman Arap müşteri gözüyle bakardık. پیش از بروز بحران اقتصادی در ایران عمده مشتری‌های خارجی ما عرب بودند. وقتی از بنگاهی‌ها می‌پرسیدی کشورهای عرب مثل عراق، عربستان و قطر رو نام می بردند. اما اگر الان سری به بنگاه‌های مسکن در این منطقه بزنید می بینید که 60-70% کارمند ایرانی دارند چون مشتری ایرانی زیاد شده. یحیی بالگون، آپارتمان ساز و فروشنده واحدهای مسکونی در حومه استانبول است. یحیی اسفند گذشته در نمایشگاه املاک تهران شرکت کرده بود. Açıkçası gittiğim sırada benim çok büyük bir beklentim yoktu. راستش وقتی برای شرکت در نمایشگاه به ایران رفتیم انتظار زیادی نداشتیم. در دو ماه قبل از برگزاری نمایشگاه کلاً 2-3 واحد به ایرانی ها فروخته بودیم. من 6 مارس از ایران برگشتم و تا 30 مارس 40 آپارتمان به ایرانی ها فروختیم. در 2-3 سال گذشته بازار مسکن در ترکیه رکود داشته. اما تغییر قوانین اعطای شهروندی جان تازه ای را به بازار املاک در این کشور بخشیده و خریداران زیادی را روانه ترکیه کرده. ایرانی ها در سال گذشته 48% بیشتر از سال پیش از آن در ترکیه خانه خریده اند. As you know, Turkey's citizenship through investment program. همونطور که میدانید حداقل سرمایه گذاری در املاک برای کسب شهروندی ترکیه به 250,000 دلار کاهش یافته. از سال 2017 ایرانی ها برای خرید ملک به ترکیه می آیند تا شهروند ترکیه شوند. آنهایی که امکان پرداخت این مبلغ را ندارند با خریداری یک ملک مثلا 50,000 دلاری می توانند اقامت دریافت کنند. بنیامین اسن به سرمایه گذاران خارجی در ترکیه مشاوره می دهد. او میگوید حضور ایرانی ها در بازار املاک ترکیه فراتر از علاقمندی به داشتن خانه در ترکیه است. According to Turkish Union of Chambers and Commerces, اتحادیه اتاق‌های بازرگانی ترکیه میگوید ایرانی‌ها در رده نخست خارجی‌های سرمایه‌گذار در ترکیه هستند. آنها دنبال پیدا کردن راهی برای فرار از مشکلات اقتصادی ایران هستند و برای همین سرمایه‌شان را به ترکیه می‌آورند. تسهیل تردد به کشورهای غربی با گذرنامه ترکیه علت دیگر اینگونه سرمایه گذاری است. به هر حال بعضی از خریداران به علت ناآشنا بودن با قوانین بازار ترکیه دچار زیان می شوند. اگر برای خرید ملک تنها به نظر بنگاه املاک اکتفا می کنید، ممکن است دچار مشکل شوید. اردنیس ساواش وکیل دادگستری است. او میگوید کسانی که میخواهند برای گرفتن شهروندی ترکیه در این کشور ملکی بخرند، باید حواسشان به سابقه ملک هم باشد. نباید تنها به گزارش کارشناسی اکتفا کرد. فرد خریدار باید درباره سابقه ملک و قیمت‌های محل تحقیق کند. به خصوص در شهری مثل استانبول باید قیمت موارد مشابه را بررسی کرد. ترکیه پس از انقلاب ایران و همینطور در دوران جنگ پذیرای سرمایه ایرانیان زیادی بوده. حال که انتقال پول به دیگر کشورها به آسانی قبل نیست، به نظر می رسد این روند همچنان ادامه داشته باشد. خشایار جنیدی، BBC استانبول. موریا نام اردوگاهی است در جزیره لسبوس در یونان. گزارش‌های رسیده از این جزیره می‌گوید وضعیت پناهجویان در این اردوگاه وخیم است و آنها از کمترین امکانات معیشتی برخوردارند. مریم افشین نگاهی کرده به مشکلات پناهجویان در این اردوگاه. زندگی در میان خروارها زباله، جایی در قلب اروپا. اینجا موریاست، اردوگاهی برای پناهجویان در جزیره لسبوس یونان. بیش از 20,000 نفر در این اردوگاه زندگی می کنند. 10 نفر از آنان ایرانی و جمعیت زیادی افغان هستند. ساکنان این اردوگاه از کمترین امکانات معیشتی برخوردارند.
میگویند زندگی در بین این زباله‌ها شاید یکی از آخرین مشکلاتشان باشد. از کمبود غذا و آب و برق و خدمات درمانی گرفته تا حتی امنیت جانی و آلودگی‌های شدید محیطی. چون مهاجرایی که میان به بعد به ورودشون اصلا امکانات مسکنی ندارن و اصلا نمیتونن اینجا اسکان خوبی داشته باشن. همشون بین چادرها و خیمه‌هایی که خیلی مبتدی و ابتدایی هستن زندگی میکنن. از لحاظ بهداشتی و درمانی هم اینجا دکترای متخصصی نداره، یعنی در حد دکترای عمومی هم حتی نمیتونن کمکمون کنن که وقتی مریض یا بیماری میشیم بتونن ما رو کمک کنن. از لحاظ غذا واقعا افتضاح، غذاهایی که اینجا تو کمپ بچه‌ها میدن بچه‌ها استفاده میکنن، یعنی غذاهایی که سطح مواد مغنیش خیلی پایینه، خیلی ضعیفه. و اینکه بزرگترین مشکلی که اینجا هست مشکل امنیته. فرقی هم نمیکنه خانوم باشی یا آقا، مجرد باشی یا متعهد، در هر شرایطی در هر جایی فقط کافیه ببینن کوچکترین نقطه ضعفی ازت ببینن و تمام بلاهایی که فکرشو بکنی سرت میارن. اینجا موریاه، موریا جاییه که یعنی واقعا نمیشه زندگی کرد. جوانایی که اینجا میان به امید اومدن به اروپا و زندگی بهتر میان، ولی ازشون خواهش میکنیم که نیان و خودشون رو به این شرایط نیارن، تو این محیط نیارن. شرایط زنان و کودکان در این اردوگاه حتی بحرانی تر است. نبود امکانات بهداشتی از یک سو و بالا بودن آزار و تجاوز جنسی از سوی دیگر، فضایی درست کرده که ساکنان از آن به عنوان جهنم یاد می کنند. اینجا جهنم شماره یک دنیاست، اینجا موریاست، اینجا زنان به خصوص زنان بی سرپرست و سینگلمان به هیچ عنوان امنیت ندارن، آزار جنسی میشن، مردها با روبن به چادراشون حمله میکنن و اونچه نباید بشه میشه و اونها به هیچ جایی نمیتونن شکایت کنن. از لحاظ بهداشت واقعا اینجا زیر صفره. کمترین حقوق یک زن اینه که بتونه از بهداشت به راحتی استفاده کنه، از همون به راحتی استفاده کنه. حموم ها آب گرم نداره، خود حموم ها عامل آلودگی هستش. نوار بهداشتی نداریم. شاید یه مؤسسه دلش به رحم بیاد و بخواد برای زنان لوازم بهداشتی بیاره، و الا اینجا هیچی نیستش. برای بچه ها باید مدت ها در صف بیستی تا بتونی پوشک بچه دریافت کنی. هزاران نفر از آفریقا و خاورمیانه به لسبوس آمدند به امید زندگی بهتر و راحتتر برای خود و فرزندانشان. اما میگویند در جهنمی گرفتار شدند که گویی بن‌بستی است در آخر دنیا. مریم افشنگ، بی بی سی. در آلمان فارسی زبانان زیادی در ژانر موسیقی رپ نقش مهمی بازی می‌کنند، چه روی صحنه به عنوان رپر و چه پشت صحنه به عنوان تهیه کننده. آدریان مسچی یکی از آنهاست. او کارگردان ویدیوهای رپرهای معروف در آلمان است. بامداد اسماعیلی سر ضبط یکی از این ویدیوها با او گفتگو کرده. ضبط جدیدترین ویدیو کلیپ شوستا ایوا، معروفترین گنگستر رپر زن آلمان. او باید به زودی به دلیل فرار مالیاتی و زد و خورد به زندان برود. قبل از آن اما می‌خواهد چند ویدیو با کمک آدریان مسچی، کارگردان ایرانی تبار، منتشر کند. چند ساعت به عقب برمی‌گردیم. آدریان مسچی و همکارانش استودیوی فیلمبرداری را برای ضبط آماده می‌کنند. اینجا ما داریم الان دومین روز فیلم برداریمون رو ستاپ میکنیم، یعنی در اصل اولین روز فیلم برداری ویدیوی جدیدش وستا ایوا، و ما اینجا داریم الان یه فریم میبندیم که بکشیم بالا به این، نمیدونم چجوری به فارسی بگم، ولی میخواییم بکشیم بالا که از پایین نور رو بزنیم به سقف که برگرده به زمین که زیرش صحنمون رو بچینیم. آدریان مسچی حدود 10 سال می شود که به عنوان کارگردان ویدیو کلیپ فعال است و با رپرهای مشهور آلمان کار می کند. او متولد آلمان و 25 سال است. می گوید از دوران کودکی به این کار علاقه زیادی داشته است. حدوداً 12 سال پیش تو دفتر پدرم نشسته بودم و یه تریلر سینمایی داشت پخش میشد تو تلویزیون و برگشت به من گفت ببین چه کار زیباییه، هر موقع تونستی همچین کاری رو بکنی من به تو افتخار میکنم. یه مدتی بود من پدرم رو ندیده بودم به خاطر جدایی مادر پدریم و خواستم مثلا بهش ثابت کنم که منم کنندم و میتونم انجام بدم. اونجا بود که شروع شد، ما رفتیم تو کار عکاسی، از عکاسی هم رفتیم تو کار فیلمبرداری و کارگردانی.
بعد از تهیه یک لپتاپ و برنامه تدوین، او با ویدیوهایی که در یوتیوب انتخاب میکرد شروع به آموزش کرد و یک فیلم تبلیغاتی درست کرد. بعد اولین سفارش ساخت یک ویدیو کلیپ رو هم گرفت. فکر کنم اولین میوزیک ویدیو حرفه‌ای که ضبط کردم و کار کردم 15-16 سالم بود و اون موقع من میرفتم مدرسه، واسه من مثلا 500 یورو 1000 یورو کم پولی نبود و خوب یادم اولین پروژه‌مو 1000 یورو باجت داشتم، واسه من دیگه خیلی چیز آنچنانی بود که گفتم واو چیکار کردم. ما بیشتر پروژه‌هامون رو خارج می‌گیریم، خیلی جا رفتیم، اروپا رو که همه جاش رفتیم کار کردیم، دبی، آمریکا، کانادا، روسیه، خیلی جا می‌ریم که واسمون راحت‌تر استایل جدیدی می‌تونیم کار کنیم و اینجوری مشتریامون هم یه چیزای متفاوت میاد دستشون. ویدیو کلیپ‌های آدریان مسچی در اینترنت میلیون‌ها بار دیده شدند. به طور مثال تنها این ویدیو از مو فینیکس، رپر آلمانی لبنانی، نزدیک به 40 میلیون بازدید کننده داشته است. به صحنه فیلم برداری امروز برمیگردیم. دوربین و نور آماده هستند. سگ‌های سفارشی هم رسیدند. حالا همه منتظر آماده شدن شوستا ایوا هستند. ما وقتی که یه آرتیست بهمون زنگ میزنه یا میگه که شوتینگ باید انجام بدیم، اولین کاری که میکنه واسه ما آهنگ رو میفرسته که ما میشیم روش کار میکنیم. 50% خواننده و آرتیست ها میگن مثلا ما میخواییم همچین کار رو انجام بدیم، تو فقط این کار رو واسه ما پیاده کن و ببر جلو. خیلی کسایی هم مثلا میگن نه، همه کار رو خودت انجام بده. آدریان مسچی تا به حال به ایران نرفته است. او تنها با یک هنرمند ایرانی یعنی جمشید کار کرده است، اما علاقه زیادی به ایران و زبان فارسی دارد. فارسی یاد گرفتن و پیش مادرم یاد گرفتم و بچگی، چون بالاخره فرهنگ و وطنم واسه هم مهمه و دوست داشتم حتما زبان مادریمو بلد باشم. آدریان مسچی کارگردانی جوان اما با تجربه که نظر خیلی از رپرهای مطرح آلمان را جلب کرده است. او قصد دارد در سالهای آینده با ساخت یک سریال وارد تلویزیون نیز بشود. بامداد اسماعیلی، کلن، آلمان. سازمان ملل متحد در روز جهانی آموزش گفته که 3.5 میلیون کودک در افغانستان از تحصیل محرومند. فقر، ناامنی، ازدواج در کودکی و رفتار تبعیض‌آمیز علیه دختران از دلایل عمده نرفتن آنها به مدرسه است. عالیه فرزان خبرنگار بی بی سی سراغ دختری را در ولایت پنجشیر گرفته که برای کمک به تحصیل دختران مبارزه کرده. مسیری که عاقله را به خاطرات سخت دو دهه پیش می برد. نیم ساعت منزل به هدف آموزش. تجربه 14 ساله که زمان برای دختران به گذشتن از 7 خان رستم می ماند. نادیده گرفتن شرایط جنگی و باورها علیه آموزش کار ساده نبود. موانعی که فقط چند دختر در اینجا موفق شدند از آن عبور کنند. دوری که تربیه معلم می رفتیم تا به این شد که سر ما فیر کردند. در نزدیک ما چار اطراف ما که تمرمی می زدند. باز صنفی های می گفتند که شاید حقله ای آخرین روز ما باشه. خانواده مثلا می گفت دختر فلانی نمی ره، درس نمی خواند، تو چرا بری بخوانی؟ خود دیگر ها که خواندین چی شده؟ چی کردین؟ از 18 هم کلاسی عاقله تنها 3 نفر به تحصیلات ادامه دادند. متباقی همه خانه نشین شدند. عاقله حالا برای خودش شغل دست و پا کرده و در جامعه اعتبار دارد. اولین دخترایی که راه را برای تعلیم دیگر دخترها در پنجشیر باز کردند از این مکتب فارغ شدند. اینا دوستای هم دوره ای مکتب بودند که یک زمان به علیه باورهای نادرست در پنجشیر مبارزه کردند و درس خواندند. حالا هر کدامشان استاد شدن و زیر دستشان ده ها دختر دیگر درس می خوانند.
از هم نسلان او بسیارند دخترانی که حسرت آموزش به دلشان مانده. این جنگ بود که سرنوشت دختران در پنشیر را رقم می زد. بی سوادی زندگی را برای شکریه دشوار کرده. وقتی که ما می رفتیم مکتب می خواندیم شامل مکتب کردند ما، مگر مشکل چی بود که بخاطر جنگ بود دیگه کسام نمی ماندند که طفلایشان برند درس بخوانند. پدر و مادر ما هم ترسید نماندند ما. برای میگه که کاشکی که تو سواد می داشتی که مشکل تل می شد دیگه. اینا رو چهار دانه طفل یتیم است، مشکل این همی است که هر جا می رویم کسی دکار نمی گیرد. پنشیر تنها ولایتی نیست که دختران از آموزش بازداشته شدند. این مشکل در افغانستان در بیشتر ولایت ها دیده می شود. با گذشت سالها کماکان باور مردم پنشیر نسبت به آموزش دختران تغییر کرده. شاید عاقله و امثالش بودند که در تغییر ذهنیت مردم نقش داشتند. حالا 800 دختر از روستای تاواخ به مکتب می روند. 20 سال پیش همزمان با سقوط حاکمیت طالبان باورها علیه آموزش و پرورش در پنشیر هنوز هم حاکم بود. عاقله و امثالش اولین دخترانی بودند که به علیه این باورها جنگیدند و حالا با گذشت 2 دهه این باورها تغییر کرده و از هر خانه در پنشیر یکی یا 2 دختر به مکتب میرند. آلیا فرزان، بی بی سی، پنشیر. هر هفته همین ساعت میتونید بیننده گزارش‌هایی باشید که در این برنامه انتخاب شده. برنامه خبرنگاران تا 1 هفته روی وبسایت ما به نشانی bbcpersian.com و همینطور روی صفحه یوتیوب bbcpersian قابل دسترسیه. تا برنامه بعد، بدرود.